اگه برگردیم به اینکه خداوند همه چیز رو در روی زمین و آسمان‌ها و کرات، هفت آسمان اپتیمایز کرده، بهینه آفریده، این عناصری که در خاک می‌بینیم که ما چند تا شالا با آقای مندلیوف و بقیه صد خورده‌ای میلیون‌ها و هزاران عرض شود که عنصر هست در خاک و تلفیق اینا خاک رو به وجود میاره و هنوز بشر قادر نیست یک ذره خاک تولید کنه. بسیاری از آدم‌ها در کودکیشان حوادثی بزرگ را در حاشیه زندگی تجربه می‌کنند. حوادثی که آینده آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تأثیرات اغلب ناخودآگاه است. تصور افراد در زمان تصمیم‌های بزرگشان اساس منطق و علاقه دارد. اما بعد از گذر سال‌ها وقتی کودکیشان را جستجو می‌کنند، متوجه رازی بزرگ خواهند شد. بچه بودیم، چیزایی نشون میداد تلویزیون، یادم میاد دههایی که اطراف بوین زهرا همینجوری رو هم خشتای خام رو گذاشتن، یه ذره آفتاب خورده، خب تو اینا زندگی کردن، یه تکون که خورده اینا همه رفتن. تو ذهن همه ما میومد که خب لسه بعد یه جوری کمک کرد. بتون دومین ماده پراستفاده دنیاست. بعد از آب بیش از هر چیز در دنیا از این ماده استفاده می شود و این نشان از اهمیت فوق‌العاده آن دارد. قصه این برنامه را پدر بتون ایران رقم می زند. پروفسور رمضانیان پور برای همه اهل فن در دنیا نام آشنایی است. افتخارات ایشان در زمینه بتون و پروژه‌های عمرانی بیشمار او را به یکی از شاخص‌ترین های این رشته در دنیا تبدیل کرده است. علی اکبر رمضانیان پور 64 سال پیش در محله قلمستان تهران به دنیا آمد. او کمتر از 3 سال داشت که پدر را از دست داد. زمانی که این اتفاق افتاد، علی اکبر در آغوش پدر، با اینکه بسیار خرد سال بود، اما هنوز لحظه از اون اتفاق تر را به یاد دارد. اینجا یه پله‌ای بود که پدر من اون روز که رفته بود، حالا منم بغلش اونجا خریدی کرد و اومد، این سکته که دست داد همین روی این پله اینجا نشسته بودن. این هم همون خونه کاهگلی 104 متری ما بود، دو نفش. ها این خونه خیلی تاریخ داره. سر همین کوچه بساط اسباب بازیمو میذاشتم، تابستونو میفروختم. آقای کوهستانی که هنوزم دوست صمیمی ما هست، صبح میومد میخواستیم مرسه شرف بریم، با سوت ما رو صدا میکرد. جای خالی پدر در زندگی علی اکبر باعث شد مادر در تمام این سالها تنها دلگرمی او باشد. من از بچگی خیلی علاقه به ساخت و ساز و اینها بودم. من یادم توی یه جوبی که تو همون محل میومد، آب میومد، مثلا میومدیم گاهی خاک میریختیم و مثلا یه سد ایجاد میکردیم، اونجا مثلا آب کم میشد، روش از این کشتی‌های کاغذی درست میکردیم. با گل خیلی مانوس بودم، این کاگل که رو پشتمونمون بود. علی اکبر علی‌رغم بازیگوشی‌های فراوان هوش سرشاری داشت. سال‌های مدرسه را اغلب با رتبه‌های ممتاز می‌گذراند. اما در سال آخر دبیرستان برای انتخاب رشته دچار تردید شده بود. این موضوع همه فکر و ذهنش را درگیر کرده بود. تصمیم گرفت برای رهایی از این دغدغه فراغت ایجاد کند. همراه با یکی از دوستانش برای تفریح عازم شیراز شد و این اولین بار بود که از مادر فاصله گرفت. علی اکبر نمی‌دانست که این سفر سرنوشت و آینده او را به نوعی دگرگون خواهد کرد.
در شیراز مانند همه مسافران شهر به دیدن مزار شاعران معروف رفت. اما با قرار گرفتن در فضا بیش از پیشینه ادبی، مبهود معماری آنجا شده بود. بناهای تاریخی شهر چنان شیفته‌اش کرده بود که نمی‌توانست لحظه ای از آنها چشم بردارد. او که تا دیروز برای آینده‌اش حتی یک قدم جلوتر را نمی‌دید، حالا تا انتهای مسیر برایش روشن بود. تصمیمش را گرفته بود. بی‌معطلی به تهران بازگشت و رشته راه و ساختمان را انتخاب کرد. هم کنکور سراسری دانشگاه تهران رشته مهندس عمران قبول شدم، بعد میتونستیم فوق لیسانس هم به صورت پیوسته بخونیم که سال بعدش هم من موندم و با 32 واحد دیگر در سال 54، یعنی از 49 تا 54 طول کشید تا فوق لیسانس رو تو همین راه ساختمان بگیرم. مدرک فوق لیسانس از یک دانشگاه معتبر میتوانست برای هر کسی رضایت بخش باشد. اما علی اکبر تشنه بیشتر دانستن بود. او حالا مهندس شده بود، اما آرزوهای بزرگتری در سر داشت و برای دست یافتن به آن باید از کشور خارج می‌شد. از یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا برای مقطع دکترا بورسیه گرفت. اما دل کندن از مادر برایش آسان نبود. وارد آمریکا شد. در دانشگاه ثبت نام کرد. اما قبل از آنکه ترم اول به پایان برسد، اخباری از ایران تمرکزش را برهم زد. من از فضای دودالود و همچنین غم‌آلود دانشگاه تهران با شما صحبت میکنم. هر شب تصاویری پر از درگیری ها و آتش و دود از تلویزیون میدید که آشفته اش میکرد. زمانی که به ایران رسید، انقلاب شده بود و فصل جدیدی در زندگی علی اکبر و همه ایرانی ها آغاز شد. مأموریت دادن به ما که بیایم در تهران به عنوان رئیس دانشکده عمران پلی‌تکنیک مشغول شدم که 25 واحد مونده ها بیان درسشون رو بخونن برن. دانشگاه 2-3 سال بسته بود به خاطر انقلاب فرهنگ. سالهایی که مهندس ریاست دپارتمان دانشگاه را بر عهده داشت، علی‌رغم بی تجربگیش تغییرات زیادی در شیوه تحصیل و اصول کار دانشگاه ایجاد کرد، به طوری که خیلی زود در میان دانشجویان و اساتید دانشگاه محبوبیت زیادی به دست آورد. اما این مهندس را راضی نمی کرد. او در پی چیزی بود که مدت‌ها پیش در ذهن داشت. برای دکترا دوباره بورسیه شد، این بار انگلستان. علی‌رغم علاقه زیاد به مادر، چاره جز تنها گذاشتن او نداشت و دوباره راهی غربت شد. ولی همیشه احساس می کردم که من باید برم دکترا رو بگیرم و برم یه درجه بالاتر از علمی، تازه بیام از پایه شروع کنم. این بود که در سال 62 به عنوان اولین گروه بورسیه های جمهوری اسلامی ما به خارج کشور اعزام شدیم که من رفتم این بار به انگلستان. زمستان سال 62 به انگلستان رفت و در دانشگاه لیدز
مشغول به تحصیل شد. علی اکبر حالا ازدواج کرده و صاحب فرزند هم شده بود. این موضوع شرایطش را به عنوان یک دانشجو سخت می‌کرد. اما بیش از هر چیز زندگی در کشوری غریب آزارش می‌داد. من علاقه داشتم زمینه ای کار بکنم که به درد ایران بخوره. استاد به من گفت خودت اگر تمام منابع مساله چیزایی که می‌خوای از ایران بیار کار کن. و ما هم همین بزلان‌ها رو تراس جاجرود و از همین جاجرود از اون زحمت کشتن آوردن یه 300 کیلویی برای ما آسیاب کردن فرستادن اونجا. ماده اصلی تشکیل دهنده بتن یعنی سیمان تا یک فرایندی سخت و گرانبها به دست می آید. به همین خاطر اغلب کشورهای صاحب علم به دنبال راهی هستند تا بتوانند بتن را ارزانتر و مستحکمتر بسازند. به همین دلیل علم این رشته دائما در حال پیشرفت است. مهندس رمضانیان پور هم تلاش میکرد نسبت به مختصات کشورش جایگزین مناسب برای سیمان بیابد. ایده به ذهنش رسید و 300 کیلو خاک از ایران سفارش داد. شب و روز روی ترکیبات مختلف آزمایش میکرد. در طول این بررسی ها به فرمولی جدید دست پیدا کرد و آن را با موفقیت آزمایش کرد. این خاک ها عمده و شاید بیشترش در همین توفهای سبزیه که مشاهده میکنید به نام تراس معروف شده. از البرز، از قسمت شرق تا غرب البرز تمام پر از این منابع که بعضی هاش آتشفشان های مختلف از جمله دماوند بوده که اومده و رسوب کرده تا یه قرن ها. سنگ‌های پوزولانی یا سنگ‌های سبز که به صورت فراوان در البرز مرکزی یافت می‌شود، با ترکیبی بسیار ارزان با سیمان به یکی از محکم‌ترین و بهترین بتن‌های جهان تبدیل می‌شود. یه چیزی در حدود 4 تن شنوماسه من باید الک می‌کردم، دانه بندی می‌کردم. اینم یه پدیده‌ای بود که دیدم که وقتی این دانه بندی رو رعایت نمی‌کنیم، یعنی مسالجی که میارن استفاده می‌کنیم، می‌بینیم دانه بندی به هم می‌خوره. من اینو تو آزمایشام دیدم، با استاد مطرح کردم، گفتم همچین چیزی قبلا نبوده. بعد فهمیدیم خیلی‌ها که به این دقت نکردن که آقا اینا که اول میاد دونه‌ها درشت‌تر میاد، سنگین‌تره، بعد بقیه ریزتر میاد از تو این قیفه. مجبور شدم خودم اینو مطرح کردم، ولی اولین کسی بودیم که مجبور شدیم 4 تن شنوماسه رو الگ کنیم، دانه بندی کنیم، تو بشکه‌های جداگانه بسازیم. هر وقت می‌خوام آزمایش کنم اینا رو برم با اون درصدی که تعیین کرده بودم دقیق بردم که این اثر تو آزمایشام. که بچه‌های دیگه میگفتن شما اومدین این کارو کردین همه رو انداختی تو دردسر. خب قبلا می‌کردن، هیچکم دقت نمی‌کرد. در همین ایام خبر رسید که مادر حال مساعدی ندارد. علی اکبر به صورت خودش را پیش مادر رساند و او را برای معالجه به انگلستان برد. همراهی مادر در کشوری غریب وضع روحی مهندس را بهبود بخشیده بود. به گفته خودش ایام کوتاهی که مادر در انگلستان با خانواده او همراه بود بسیار برای شیرین بود. و تو اون 4 تن الک کردن مصادف شده بود با زمانی که مادر من حالا اومد یه 2-3 ماه اما رو ببینم اگه بشه معالجه بیماریشو انجام بده. روز اگه کار میکنیم سر صدا و غبار و اینها. شب می‌رفتیم دیگه مادر و خانومم بعضی موقع و امیرم یادم می‌آوردن، امیر دیگه خوابش می‌برد، بچه بود دیگه، حالا 3 سال و نیم و اونجا دیگه خوابش. ما گاهی تا 2 شب ماسه علک می‌کردیم، شن علک می‌کردیم، برمی‌گشت. بعد از 4 سال زحمت فراوان مهندس تز پی‌اچ‌دی‌اش را با رتبه عالی پشت سر گذاشت و فارغ‌التحصیل شد. او حالا با مدرک دکترای راه و ساختمان به کشورش باز می‌گشت. اما به محض ورود خبری تلخ زندگیش را دگرگون کرد. مادر علی اکبر را برای همیشه تنها گذاشت. اکنون با گذشت سالها بزرگترین حسرت دکتر این است که هنگام مرگ در کنار مادرش حضور نداشت. تو وادی بودیم دیگه، خانواده
خیلی ما رو در جریان حال مادر قرار ندادن، گفتن این الان در یک بحبوی کاراش هست و داره می‌نویسه و اینها. بعد از چند روزی به ما یواش یواش خبر دادن. دکتر به محض استقرار در وطن ریاست دانشکده عمران را به عهده گرفت و در دانشگاه تدریس می‌کرد. او پروژه‌ای بزرگی در سر داشت و همزمان تحقیقاتش را هم ادامه می‌داد. بلافاصله که من رسیدم گفتن آقا بعد این پست ریاست دانشکده عمران رو بگیری. یه 4 سالی 66 تا 70 با سمت رئیس دانشکده عمران، خب با کمک دوستان یه حرکت‌های خوبی شد دانشکده عمران، دانشکده امیرکبیر. تو این مدت هم من به کتاب نوشتن و عرشبت که مقاله نوشتن و شرکت در همین کنفرانس ها، چون تازه خارج اومده بودیم این ارتباط رو قطع نکردیم. در سال 76 دکتر طی یک فرصت مطالعاتی به کشور کانادا دعوت شد و مدتی در دانشگاه اوتاوا تدریس کرد. بعد از 2 سال پژوهش کتابی با عنوان خاکسترهای بادی به زبان انگلیسی به چاپ رساند. این کتاب یکی از مرجع‌های مهم در دانشگاه‌های معتبر برای دانشجویان است. این اولین شاید پابلیکیشن خارجیم هست. تحت عنوان فلای اش این کانکریت، یعنی خاکستر بادی در بتون، سال 1994 در کانادا من نوشتم تو فرصت مطالعاتی اول، توسط همون کنمد چاپ شد. دکتر در جریان پژوهش‌هایش در کانادا متوجه موزلی در بتون‌های بناهای عظیم شد. موزلی که بعدها سرطان بتون نام گرفت. سرطان بتون بسیاری از بناهای عظیم کشورهای آمریکا و کانادا را در معرض نابودی قرار داده بود. بناهای مانند سدها و پل‌های بزرگ که نابودی آنها می‌توانست فاجعه به بار بیاورد. آن زمان یعنی اوائل دهه 70 کشور ما در ابتدای ایجاد زیربناهای عمرانی بود. اون زمان یادم 80 تا 100 در حال یا طراحی یا در حال ساخت بود. یعنی ما تقریبا دومین کشور سدساز جهان بودیم. پروفسور خیلی زود به ایران بازگشت و این موضوع را با وزیر وقت نیرو در میان گذاشت. ایشون خب دید یه همچین اتفاقایی اگه توی سدها بیفته بسیار نگران کننده است، سرمایه زیادی از بین میره و نگرانی ایمنی سد که ترک بخوره، مشکلات پیش بیاد. این اسلاید ها و این اصطلاح خرابی هایی که تو بتون سدهای دنیا اتفاق افتاده به خصوص تو کانادا و آمریکا، وقتی اینا رو نشون دادیم در یک جلسه، حالا اول به وزیر، بعدم گروهی که دعوت کردن، معاونین، مسئولین، حالا مشاورهای بزرگ و اینها، این در حقیقت مطرح شد که این بحثی به نام سرطان بوده، این بحث جدیه که باید بهش بپردازیم و در نظر بگیریم. در آن زمان ابرپروژه‌های ملی زیادی در حال احداث بود، به خصوص سد کارونسه که بسیار مهم بود و هزینه‌های سرسام‌آوری داشت. اما او با مانع جدیدی روبرو شد. دکتر سابقه پروژه‌های بزرگ و ملی را نداشت و مشاورین خارجی سد کارونسه به حرفای او اهمیتی نمی دادند. ببینید، به هر حال تو مملکت ما هنوز هم البته هست، همیشه نگاه به اصطلاح ما میگیم چشابی ها خیلی بالاتره. یعنی فکر میکنن هر چی که یک چشابی میگه کاملا صحیح و درسته و اون به هر حال قطعیه، در حالی که خب به داخلی ها شاید این توجه بیشتر نشه. تا پیش بیاد، تا یک کاری انجام بشه به عینه ببینن، نه، خیلی از داخلی‌های ما هستن که میتونن واقعا این تاثیرگذاری داشته باشن. ولی به هر حال تایید، من میخوام بگم، یه چشابی همیشه مطمئن‌تر میکنه کارفرمایان اینور و اینا. این قدیم خیلی زیاد بود، میدونید اصلا گاهی آب نمیخوردیم بدون اجازه اونها. راه حل پیشگیری از سرطان بتون پیش خود دکتر بود. آزمایشی که او در دانشگاه انگلستان
بر روی سنگ‌های البرز مرکزی انجام داده بود باعث شد که او بتونی را طراحی و معرفی کند که از ایجاد ترک‌ها در بتون سد کارون 3 جلوگیری می‌کرد. و بحث‌های خیلی جدی با مشاورای خارجی داشتیم و حتی پایگاهی هم در آمریکا داشتن این مشاورای اینها تا به اونا بقبولونیم که اینو سیمانی که شما پیشنهاد دادید مناسب نیست برای این پروژه، باید عوض بشه. اینو بتونی که طرح اختلاطش رو دادید مناسب نیست، باید عوض بشه. و اینها رو با استدلال‌های حالا آزمایش‌های گذشته و قدیمی، آیین‌نامه‌های به روز و اینها به حمدالله تونستیم ثابت بکنیم که اونام قبول کردن. کار شروع شد. همه منتظر نتیجه بودن. سد کارون 3 اولین پروژه‌ای بود که با بتون‌های دکتر رمضانیان پور ساخته می‌شد. هر قدر مراحل ساخت پیش می‌رفت و بتون‌های پای خشک می‌شد، کارشناسان خارجی در می‌یافتند که با یک پدیده روبرو هستند. نهایت امر سد کارون 3 افتتاح شد و نتیجه کار بسیار مطلوب بود. از آن زمان دکتر رمضانیان پور پای ثابت همه پروژه‌های عظیم و ملی کشور بود. پروژه‌هایی که بسیار حیاتی بودند. در طول مدت 24 سال بیش از 100 بنای عمرانی بزرگ و ملی کشور با بتون‌های دکتر ساخته شدند. پروفسور رمضانیان پور در مدت 20 سال 21 اختراع در زمینه بتون‌های مدرن و دستگاه‌هایی که به کیفیت آن کمک می‌کند ثبت کرد. همزمان مقالات زیادی برای کنفرانس‌های بین‌المللی نوشت. کم کم پروژه‌های کوچک و بزرگ بسیاری با بتون‌های او ساخته شدند. پروژه‌هایی که برای کیفیت و دوام آن خودش بر آن نظارت می‌کرد. ما از عناصر جدول مندلیف تو خاکمون تعداد بسیار زیادیش رو داریم. یعنی همه چی داریم تو همین خاک. خب همین خاک رو باید بگیریم، اون وقت دانش بچه‌ها رو بذاریم روش، این چیزایی که عرض کردم بعضیاشه، تولید کنیم و بعد به جهان هم صادر کنیم. نه نفت خام بفروشیم. وقتی اینجا جوانان خودمونم بیکار باشن یه دم رانتش فقط استفاده کنیم. در همین زمان فرصت مطالعاتی دیگری برای دکتر به وجود آمد. فرصتی که دکتر از آن به عنوان نابترین تجربه زندگیش یاد میکنه. سال 2000 میلادی پیشنهاد شد که یه فرصت مطالعاتی میتونیم بری ژاپن که یه متخصص بتون بره با یه متخصص سیستم انجینیرینگ، مهندسی سیستم ها، برای ارزیابی پل های بتونی. یه مجموعه نوشتم، یادداشت کردم که از همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فنی، حالا همین کار بتون ما، پل، همه اینها رو یه مقداری یادداشت کردم و تحلیل کردم که اینا چرا ژاپن اینجوری شده و ما حالا یه مقداری فاصله داریم، تفاوت داریم. از بود کار که واقعا فقط گفتم کار، یعنی این سه تا چیز رو اینا دارن. و تو ایران که برگشتم بودم کار، اگه میخواییم بکنیم نفت رو بذاریم کنار و بایستیم کار کنیم، از این خاک چیزایی در میاریم. پروفسور رمضانیان پور در سال 2009 کتابی با عنوان مواد جایگزین سیمان به سفارش انتشارات اشپرینگر به زبان انگلیسی چاپ کرد. کتابی که 49مین تألیف تخصصی او در زمینه عمران به حساب می آید. این کتاب که توسط معتبرترین انتشاراتی تخصصی جهان چاپ شده تا کنون جوایز زیادی دریافت کرده و به یکی از مهمترین کتاب‌های مرجع برای دانشجویان تبدیل شده است. 5 سال 6 سال پیش تو فرصت مطالعاتی سومی که به تورنتو رفته بودم فرصتی داشتیم که این کتاب را از اونجا شروع کردیم، بعد تو ایرانم ادامه دادم. کارهای دنیا رو بیاریم تو این مواد جایگزین سیمان، ولی عمدتاً کارهای خود ایرانمون رو بیاریم. پروفسور فعالیت‌های بسیار متنوعی در زمینه رشته خودش دارد، به طوری که حجم کار انجام شده با توجه به سن و سال ایشان بسیار در خور توجه است. بله، از مجامع جهانی در حقیقت معروف‌ترینش FIB است، فدراسیون بین‌المللی بتون، که عضویت نمایندگی ایران در اونجا هستیم. از اون عضو انجمن بتون آمریکا، ACI، عضو انجمن تعمیرات و عضو ارشد کمیته سطح‌های بزرگ دنیا آیکول.
پژوهش‌های تخصصی، چاپ مقالات گوناگون، تألیف کتاب‌های بسیار، حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی به عنوان سخنران و پروژه‌های عمرانی عظیم باعث شد تا در سال 2007 به عنوان دانشمند برتر عمران جهان در انگلستان انتخاب شود و برای اولین بار لقب پروفسور بگیرد. دو سال بعد به عنوان دانشمند برتر بتن از سوی آمریکایی‌ها انتخاب شد و همان سال از سوی انجمن بتن جهان جایزه ویژه تحقیقات دوام بتن را در اسپانیا گرفت. چند متم یه مرکزی در کانادا تحقیقاتی، اینا مشترک الان متجاوز از 30-40 سال کنفرانس های بین‌المللی خیلی سنگین و خوب میذارن. به هر حال اینا هر کنفرانسی رو 3 نفر رو انتخاب میکنن به عنوان آدم برجسته تو زمینه بتون که کانتریبیوشن، به قول اونا مشارکت خیلی خوبی رو تو کشورش، تو جهان در بحث اشاعه حالا تحقیقات بتونی یا کاربرد بتون داشتن. ثمره کارهای پژوهشی پروفسور را می توان در پروژه‌های بسیار مهمی مشاهده کرد. پروژه‌هایی چون پل لالی، سد کرخه، سد کارونسه، پل سطر تهران، برج میلاد تهران، اسکله شهید رجایی، فرودگاه امام خمینی و بسیاری دیگر. پروفسور رمضانیان‌پور بیشک پدر علم بتن ایران است. او بعد از اثبات جایگاه علمی خود با شرایط ویژه‌ای برای کار و زندگی در کشورهای غربی مواجه شد. اما با وجود تمام مشکلات در ایران به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد و از این بابت ایشان بسیار قابل تحسین هستند. توصیه پروفسور به دانشجویانش تحصیلات تکمیلی در کشورهای بزرگ است. اما به همه آنها یادآوری می‌کند که هیچ کجای این کره خاکی بهتر از کشور خودمان برای خدمت کردن نیست. پروفسور برای جذب سرمایه و ثروت معتقد است که باید منابع نفتی را کنار بگذاریم. او معتقد است رمز موفقیت و پیشرفت ما و رقابت با کشورهای بزرگ فقط یک چیز است: کار و تلاش فراوان.